گرفتار نمیشه. ازدواج باجه؟ ازدواج باجه ممکنه همین آدمایی که با جن در ارتباطن با جن ازدواج بکنن. اما ازدواج یعنی چطور؟ مثل همین احتلامی که در شب رخ میده. چون هست؟ برای جوان ها. بله. یه ازدواج رخ داره دیگه. تو خواب. تو خواب. بله این ازدواج دیگه. عجب. این احتلام. هم‌آمیزی با شیطان. بله هم‌آمیزی. عجب. رخ داد. احتلام که دائما داره رخ میده دیگه. چون دعایی هم داره. اما اینکه ارتباط فیزیکی محسوس تو عالم طبیعت مادی معنا نداره. یه کسی زندگی کنه اصلا. آره مگر اینکه دو نفری که با هم انسان ظاهر از صورت صورت انسان به تعبیر آقا میگه. ولی قلب قلب حیوان. دو تا حیوان، دو تا کسی که شره، شیطانه. شیطان در وجودشون حضور داره با هم ازدواج کنن. اولاد ممکن داشته باشه. اون فرق نمیکنه. انسان که اولاد دارن که اما عرضم این که جن در وجود اینا حضور داره. آها. که در روایات هم داریم که کس گاهی عناصری انسانی ممکنه که سه نفر در زناشویی شریک باشن. در روایات داریم؟ آیه داریم اصلا. سوره بنی اسرائیل. چی میگه؟ میگه شارکم فی الاموال والاولاد. آدمایی که از بیدینن در شکل گیری فرزندشون شیطان هم شریکه. سه نفر شریکه. زن مرش ابلیس. یعنی رگ شیطانی پیدا میکنه بچه. صدمه دینی تو نطفه میخوره. مثلا شب ازدواج یک شب یک کلاس برای تعلیم و تربیت انسان هست. شب ازدواج زن شوهر. حالا اگر رحمانی باشه پای ساله میگذاشته باشه برای تعلیم تربیت آموزش آموزشی بعد شب زفاف اومد. برای شب زفاف اصلا من میگم شب زفاف شب قدر جوان هاست. شب قدر جوان شب زفاف داره. یکی از شبهای قدر شب زفافشونه. این پاکترین با تقواترین شب عمر جوان باید همین شب باشه. چون یه انسانی میخواد شکل بگیره. تاثیر میکنم در این دو برنامه به طور خاص به طور برجسته و به صورت متمرکز به اقتضای تخصص مهمان محترم برنامه جناب آقای نقیب‌الفر که علوم قرآن و حدیث هست ما آنچه که به عرضتون رسوندیم و آنچه که به اطلاعتون رسوندیم در مورد جن و عوالم جن یا عالم جنها بر محور قرآن بود به طور خاص برگرفته از مفاهیم قرآنی و تفسیر قرآن بود آنچه که به عرضتون رسید این شبها برای دقایق دیگر از شبکه اول ادامه